آقای حمید اشتری، امروز سومین هفته از جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شده و در حال جریان هست. دادگاه ابتدا با در واقع دفاعیات وکیل حمید نوری شروع شد که استناد میکرد به کتابهایی که درباره اعدامهای سال 67 نوشته شده و یا لیست اعدام شده ها که توسط افراد مختلف و سازمان های حقوق بشری مختلف عنوان شده و چنین تأکید میکردن که خب این لیست اسامی مشخص نیست، چطوری و توسط چه کسانی تهیه شده، به همین خاطر فاقد اعتبار هستند. حتی به در حقیقت فتوای آیت الله خمینی اشاره میکردن و میگفتن که این فتوا به خاطر اینکه تاریخ و نداره فاقد اعتباره و به همین دلیل میگفتن که موکلشون یعنی حمید نوری کاملا منکر این اعدام ها هستن، میگن چنین اعدام های وجود نداشته، به خاطر همین که در این لیست ها تناقض وجود داره و یا در برخی اسامی که در کتاب ها اومده. شما نظرتون در این باره چه هست به عنوان یکی از شاهدین این پرونده؟ ببینید، طبیعیه که وکیل کارش دفاعه، حالا فرق نمی کنه قاتل باشه دوز باشه، باید یه وسیله پیدا کنه از این متهمش دفاع کنه. اینا هم خب دارن همین کارو میکنن. اون چیزی که واقعی هستش، داستان حمید عباسی داستانیه که بهش تأکید شده در کتاب آیت الله منتظری، اشاره شده، بلخص نوادی که صدای رئیسی هست و بقیه از اینها به عنوان بالاترین جنایتکاران در جمهوری اسلامی نام میبره و خود اعدام ها هست. یعنی یه سند اصلی خود نوار آیت الله منتظری و کتاب ایشون هستش. ما هم اون موقع که تو زندان بودیم مثلا الان نه دوربین داشتیم نه نمیدونم عکس بگیریم چیکار کنیم. شاید مثلا بگن آقا شما تو صحنه اعدام نبودیم. درسته، ما نبودیم اونجا، ولی این واقعه اتفاق افتاده و بچه‌هایی هم که بودن، یعنی زندانیان، هر کدوم بندهای مختلف بودن، دیداشون فرق می‌کرده، بندها فرق می‌کرده، اسامی فرق می‌کرده. یعنی یه جا نبود که مثلا بگن آقا همه اینا تو این مقطع در یک سالون در یک بند بودن و اینا اومدن دونه دونه حساب اعدام کردن و اونا هم خودشون دلیل بس سری بودنش بوده. با توجه به این که خود مقامات جمهوری اسلامی، فلاحیان به این اشاره کرده، خود پور محمدی اشاره کرده، حتی رئیسی خواهان جایزه نمیدونم حقوق بشر اینجور چیزا شده، پس این امر رو نمیتونن روی این پایه برن جلو. بخواد میخوان تشکیک کنن که آقا این کتاب مثلا شاید تناقض داشته. تناقض هم طبیعیه، شما یه خاطره رو دیدین از دید خودتون، از یه بندی من از یه بند دیگه دیدم، هر کسی دیدگاه های مختلفی داشته، جمع‌آوری شده. اون موقع هم که ما تو زندان بودیم هدفمون پیدا کردن این اسامی بود، کی نیستش، کی هست، کیا هستن، کجا بودن. این خاطراتی بود که ما تونستیم در طول این 33 سال ثبتش کنیم و تا اونجایی که میشده اینا جمع‌آوری شده. بله، ما هدف اینه که ایشون بیاد اعلام کنه نقایصی که ما تو داشتیم و بیان کنه. این نقایص کی بوده؟ ایشون یکی از عوامل اصلی بوده که برای شناسایی زندانیان و بردن پیش خود هیئت قد، هیئت قد این انجام میداده. یعنی یکی از میشه گفته صندوق سیاهی که توی ما زندان داشتیم خود آقای حمید عباسیه. ایشون حالا برای اینکه به این نیافته میاد اصل قضیه رو میخواد منکر بشه. اصل قضیه که منکر نمیتونه بشه و طبیعیه دفاعشون دفاع نمیتونه بر پایه اصول اساسی بشه. خب شما به عنوان یکی از شاهدان اصلی این پرونده، روند این دادگاه رو در 3 هفته‌ای که تا الان گذشته چطور ارزیابی میکنید؟ من معتقدم که این دادگاه به صورت خیلی عالی داره پیش میره، چون اگه نگاه کنیم از روز اول اینا اومدن شمه از تاریخ ایران رو شکل گرفتن و مراحل قضایی اینا بیان کردن و کتاب ها رو خوندن، اسامی رو خوندن، همه اینا رو اعلام کردن و تا الان هم خیلی راحت داره میره جلو. در واقع دادستانی سوئد در این مدت 20 ماه گذشته هدفش جمع‌آوری اطلاعات بود، هممون هم با سیستم قضایی اروپا، بلخص سوئد که یکی از مستقل‌ترین قوه قضایی هستش، آشنا هستیم و واقعا در نهایت تلاش و کوشش دست به جمع‌آوری کردن زدن و خوشبختانه خیلی خوب بوده، خیلی خوب داره پیش میره و همینجور ادامه خواهد داشتش. در روزهای گذشته حواشی مختلفی پیرو دادگاه وجود داشته و مباحث مختلفی مطرح شده که خب برخی نگرانی ها رو به وجود آورده درباره اینکه ممکنه روی روند دادگاه تاثیر داشته باشه. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ بله، این حواشی که شما میبینید در واقع اسمش حواشیه، متن ازی دادگاه هست که نمیشه تأثیری داشته باشه. این حواشی هم مشخصه که بخوان تأثیری بر دادگاه بذارن نداره، فقط برای دل سرد کردن میشه گفت اون جنبش ملی دادخواهی ایرانه و اونم نخواهد هست. یعنی در واقع یه سو جفسازی که به نتیجه نخواهد رسید. ما الان شاهدیم که امروز
اولین شاکی که ایرج مساقی بوده شروع کرده به ارائه مستند خودش، شکایت خودش، و خوشبختانه مردم خیلی خوب میتونن باور کنن که به هیچ وجه تاکید میکنن به هیچ وجه حاشیه نمیتونه بر اصل که متن قضیه دادگاه حمید عباسی باشه تأثیر بذاره. این حواشی شاید یه موجی ایجاد کنه، اونم به صورت یه خیلی مصنوعی، ولی این میخواهد گذشت. اون چیزی که مهمه همه اسناد ما باید در دادگاه در نظر بگیریم که داره مطرح میشه و وجود داره و هیچ چیز پوشیده‌ای در دادگاه نیست. این حواشی هم به جایی نخواهد رسید. خیلی سپاسگزارم از شما آقای حمید اشتری. خواهش میکنم. ممنون لطفتون.